درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز جمعه 8 دسامبر 2023 میلادی برابر است با 17 آذر ماه سال 1402 خورشیدی. همدمان با برقراری فضای امنیتی در زاهدان، مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان با انتقاد از فساد، اختلاس‌های سنگین و افزایش شمار اعدام‌ها در ایران خواستار تغییرات اساسی در کشور شد. این روحانی با نفوذ اهل سنت در خطبه‌های نماز جمعه 17 آذر ماه در مسجد مکی زاهدان وضعیت فساد در کشور را به باد انتقاد گرفت و گفت فساد به قدری زیاد شده که نمی‌توان جلوی آن را گرفت و در حالی که همه اقشار مردم از مشکلات شدید اقتصادی می‌نالند، اختلاس‌های سنگینی در کشور انجام می‌شود. مولوی عبدالحمید با اشاره به اختلاس 3.5 میلیارد دلاری چای از آن به عنوان رسوایی مالیات کرد و گفت فساد آنقدر وسیع شده که کسانی جرأت کردند این مبلغ را برای خود بردارند و برخی از تاجران چای به دلیل این فساد و اختلاس بدبخت شدند. او با بیان اینکه مسئولان توانایی مبارزه با فساد را ندارند گفت برای ریشه کن شدن فساد در کشور نیاز به تغییرات اساسی وجود دارد و سیاست‌های گذشته جواب نمی‌دهد و مردم خواهان گزینش افراد لایق هستند. امام جمعه اهل سنت زاهدان در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از افزایش اعدام‌ها در ایران آن را مایه نگرانی مردم دانست و گفت این اعدام‌ها با شریعت مطابقت ندارد و در صدر اسلام هم اعدام بسیار معدود و بسیار کم بود. طبق روال هفته‌های گذشته جبهه شدید امنیتی در زاهدان برقرار بوده و نیروهای امنیتی و انتظامی در خیابان‌های اطراف مسجد مکی زاهدان حضور پرتعدادی داشتند. ارتش اسرائیل امروز جمعه 17 آذر ماه اعلام کرد که نیروهایش تا شبانه روز گذشته به بیش از 450 هدف در غزه حمله کردند و در این حملات که 2 ساعت طول کشید تعدادی از نیروهای حماس کشته شدند. ارتش اسرائیل در شبکه پیام‌رسان ایکس همچنین خبر داد که 3 تن از نیروهای حماس نیز که پیشتر به دست نیروهای این کشور شناسایی شده بودند هدف پهپاد قرار گرفتند و 2 تن از آنها کشته شدند. بر اساس این گزارش نیروی دریایی اسرائیل هم حملاتی را در غزه انجام داده و مواضع حماس در مرکز و جنوب غزه را هدف قرار داد. حملات ارتش اسرائیل در غزه و حرکت به سمت مرز این منطقه با مصر کماکان ادامه دارد. پیشروی ارتش اسرائیل در نوار غزه گریز ساکنان این منطقه را به همراه داشته و این موضوع موجب نگرانی مصر شده است. ارتش اسرائیل روز جمعه 17 آذر ماه اعلام کرد که یک باند تروریستی حزب الله لبنان را که در صدد نزدیک شدن به مرز شمالی اسرائیل از تپه دوب در جنوب لبنان بود با حمله هوایی منهدم کرد. بعد از کشته شدن یک مرد کشاورز اسرائیلی در حملات روز پنجشنبه در مرز شمالی اسرائیل، این بخش از مرزها روز جمعه هم کماکان متشنج و شاهد واکنش سنگین هوایی و زمینی اسرائیل به حملاتی است که از ناحیه حزب الله متوجه شمال اسرائیل شده است. حزب الله گروهی که مانند حماس ذیل گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا قرار گرفته، امروز جمعه اعلام کرد که شمار کشته‌هایش در تحرکات 2 ماه اخیر به 94 تن رسید و این بالاترین رقم تلفات رسمی اعلام شده حزب الله در 17 سال گذشته است. از سوی دیگر شاخه نظامی گروه افراطی حماس امروز جمعه از کشته شدن یکی از اسرائیلی هایی که در حمله خود به اسرائیل در روز 15 مهر به غزه ربوده خبر داد. به گزارش شبکه الجزیره این گروه اعلام کرد که فرد کشته شده باروخ سار نام دارد و در میان نظامیان است که ربوده است. به ادعای حماس این مرد اسرائیلی در جریان تلاش نظامیان کشورش برای نزدیک شدن به محلی که در اسارت است کشته شد. در خبر دیگر پلیس نیویورک اعلام کرد مرد 28 ساله‌ای که روز پنجشنبه به سوی یک کنیسه یهودیان در شهری در این ایالت تیراندازی کرد و شعار فلسطین آزاد خواهد شد زد بازداشت شده و این تیراندازی آسیب جانی در پی نداشته است.
در حالی که درگیری در اطراف شهر خان یونس و در شمال غزه جریان دارد، ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که ده‌ها مرد فلسطینی را نشان می‌دهد که توسط اسرائیل بازداشت شدند. این فیلم مردهایی را نشان می‌دهد که بدون پیراهن روی زمین زانو زدند و سربازان اسرائیلی مراقب آنها هستند. گفته شده که تعدادی از این افراد بعداً آزاد شدند. سخنگوی دولت اسرائیل در پاسخ به سوالی درباره این ویدیو گفت که افراد بازداشت شده همگی در سنین جنگی و نظامی بودند و در مناطقی پیدا شدند که قرار بود غیر نظامیان هفته ها پیش آنجا را ترک کرده باشند. تصاویر دیگری آنها را در حال انتقال با کامیون‌های نظامی نشان می‌دهد. در رسانه‌های اسرائیلی این افراد به عنوان اعضای مسلح حماس گزارش شدند که خود را تسلیم نیروهای اسرائیلی کردند. ارتش اسرائیل مشخصاً در مورد این تصاویر اظهار نظری نکرده، اما دانیل هاگاری سخنگوی ارتش روز پنجشنبه گفت نفرات ارتش و ماموران شنبت چند صد مظنون تروریست را بازداشت و بازجویی کردند. به تاکید کرد که این افراد در مناطقی پیدا شدند که نیروهای اسرائیلی در نبرد نزدیک با افراد حماس درگیر بودند. او گفت که آنها عمدن خود را به صورت غیر نظامیان درآورده بودند و ساختمان‌های غیر نظامی دست به عملیات نظامی می‌زدند. یکی از روزنامه‌نگاران معروف فلسطینی به نام زیا الکهلوت، خبرنگار العربی الجدید، در میان بازداشت شدگان شناسایی شده است. دانشجویان 6 دانشگاه بزرگ ایران با انتشار بیانیه‌ای خواهان مقاومت در برابر سلطه‌گری بی حد و حصر دستگاه سرکوب نظام جمهوری اسلامی شدند. این بیانیه توسط شماری از دانشجویان دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، فردوسی مشهد، اصفهان و یزد و به مناسبت 16 آذر روز دانشجو منتشر شده است. این دانشجویان در بیانیه خود با اشاره به آنچه بر دانشگاه‌های ایران بعد از قیام ژینا گذشته نوشتند، اکنون که دستگاه سرکوب با مداخله حداکثری در فضای دانشگاه به دنبال خاموش کردن صدای جنبش دانشجویی است، مقاومت در برابر این سلطه‌گری بی حد و حصر که حذف تشکل‌های دانشجویی و علم کردن آیین‌نامه‌های انضباطی ضد دانشگاهی فقط جلوه‌هایی از آن است، ضروری‌تر از هر زمانی به نظر می‌رسد. دانشجویان 6 دانشگاه ایران همچنین به آلوده کردن فضای دانشگاه به نیروهای نیابتی و انقلاب فرهنگی دائمی اشاره کرده و خطاب به حکومت نوشتند نمایندگان شما را به رسمیت نمی‌شناسیم و ارزشی برای حضور جلادانی که دستشان آلوده به خون آزادی خواهان است قائل نیستیم. آنها بار دیگر خطاب به حکومت تاکید کردند که دانشجویان تا روز رهایی از هر نوع ستم حاکم بر دانشگاه و جامعه هیچ گونه سازشی از خود نشان نداده و خار چشم استبداد باقی خواهند ماند. زهرا رهنورد از رهبران محصور جنبش سبز در پیامی به مناسبت روز دانشجو ضمن بی سابقه خواندن سرکوب دانشجویان در اعتراضات زن زندگی آزادی، انتقادات تندی را نسبت به حکومت و نحوه مواجهه با دانشجویان، موضوع حجاب آنها و غیره مطرح کرد. همسر امین حسین موسوی در بخشی از این پیام که در وبسایت کلمه منتشر شده نوشته است: تا کنون هیچ دولتی در ایران نتوانسته جنبش دانشجویی را از اثرگذاری در سرنوشت ملت باز دارد و برعکس این دانشگاهیان بودند که با علم و فرهنگ و هنر توسعه و روز آمدی همراه با دفاع از عدالت، آزادی و استقلال ایران بیشترین تأثیر را داشتند. خانم رهنورد که قبل از حصر خود از اساتید دانشگاه تهران و الزهرا بوده، در پیام خود به حمله ماموران نهادهای گوناگون و حراست به دانشجویان در صحن دانشگاه و حتی ورود به کلاس‌های درسی و تخریب وسایل آموزشی در برخی دانشگاه‌ها، اخراج اساتید و ضرب و شتم و ممنوع ورودی و تعلیق و اخراج دانشجویان، دخالت در سبک زندگی و پوشش دانشجویان، وادار کردن دختران دانشجو به پوشیدن یونیفرم‌هایی از نوع حجاب اجباری، دخالت در سبک لباس پسران دانشجو و قرار دادن حجابان‌های آتش به اختیار در متروها و متروهای مسیر رفت آمد دانشجویی و دانشگاه‌ها اشاره کرده است. به افزود حاکمان با این کارنامه سیاه آبروی خود را در سطح ملی و بین‌المللی به حراج گذاشتند. بلند کنشوان در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم.
سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی. تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمند و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-909-001. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در 2 اندازه‌های مختلف در فروشگاه‌های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. احبه، چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس. 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. چنانچه املاک یا اموالی در ایران دارید و امکان سفر به ایران را ندارید، ما در کنار شما هستیم تا با خیالی آسوده کلیه دارایی شما را به شما برگردانیم. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعت. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. خبرگزاری هرانا روز جمعه گزارش داد که 6 شهروند بهایی زندانی در کرج به زندان اوین تهران منتقل شدند. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هویت این زندانیان را بابک زینعلی، صحبا طائف، شروین شبرخ، ایرن رحمانی، فؤاد طائفی و رضا یزدی اعلام کرد و افزود 1 ماه از بازداشت آنها در کرج می‌گذرد. این 6 تن روز 16 آبان ماه به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و به اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در گروه‌های مخالف نظام در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار تفهیم اتهام شدند. از سوی دیگر، خبرگزاری هرانا از آزادی 6 زن بهایی بازداشت شده با قرار تأمین در همدان در روز پنجشنبه خبر داد. زرین دخت احدزاده، جاله رضایی، فریده ایوبی، نورا ایوبی، عاطفه زاهدی و ندا محبی 1 ماه قبل روز 16 آبان ماه به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداری اطلاعات همدان منتقل شده بودند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در کنفرانس خبری با همتای بریتانیایی خود گفت حملات پهپادی و موشکی شبه نظامیان حوثی با حمایت و کمک‌های نظامی ایران صورت می‌گیرد.
وزیر خارجه آمریکا که درباره جنگ در غزه صحبت می‌کرد گفت ما شاهد حملات کاملا غیر قابل قبول به کشتی‌ها در دریای سرخ و خلیج عدن بودیم. این حملات باید متوقف شود. بلینکن در ادامه تصریح کرد ما دلایلی داریم که این حملات با حمایت و کمک‌های تسلیحاتی ایران به حوثی‌ها صورت گرفت و همچنین به تلاش‌های آمریکا برای تأمین امنیت کشتیرانی آزاد در این منطقه اشاره کرد. یک مقام امنیتی عراق اعلام کرد که دست کم 3 راکت در بامداد جمعه سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد را هدف قرار داد و به اطراف این منطقه که ساختمان‌های دولتی و دیپلماتیک در آن قرار دارد اصابت کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه هنوز گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفتند. بعد از این حمله آمریکا از عراق خواست که از دیپلمات‌های خارجی محافظت کند. دولت بریتانیا تحریم‌های حقوق بشری خود را علیه جمهوری اسلامی افزایش داد. یکی از کسانی که در این دور جدید وارد فهرست سیاه تحریم‌های بریتانیا شده، مسعود درستی، مدیر عامل متروی تهران است. دور جدید تحریم‌های دولت بریتانیا امروز جمعه اعلام شد. بر اساس این دور از تحریم‌ها، 17 مورد به تحریم‌ها علیه بلاروس، 8 مورد به تحریم‌ها علیه سوریه و 5 مورد به فهرست تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی اضافه شدند. در فهرست جدید تحریم‌های حقوق بشری بریتانیا علیه جمهوری اسلامی، 5 مقام قوه قضاییه، نیروی انتظامی و شهرداری تهران به دلیل مشارکت در تحمیل حجاب اجباری به زنان تحریم شدند. علاوه بر مدیر عامل متروی تهران، علی صالحی، دادستان تهران، علی اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی هرمزگان، حسن مفخمی شهرستانی، فرماندهی انتظامی مازندران و علیرضا عدیانی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی کشور به فهرست تحریم‌های بریتانیا اضافه شدند. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه‌ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کاملترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا،
شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. اداره ملی سایبری اسرائیل با انتشار اطلاعیه‌ای از حمله سایبری دوباره جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، آب و انرژی این کشور خبر داد. مقامات اسرائیلی گروه هکری موسوم به پلونیوم را که به وسیله وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اداره می شود مسئول این حملات معرفی کردند. در بیانیه منتشر شده به همکاری مشترک جمهوری اسلامی و لبنان برای اجرای این حملات سایبری اشاره شده است. اسرائیل تاکید کرده است که تا کنون هیچ گونه شواهدی مبنی بر موفقیت آمیز بودن این حملات شناسایی نشدند. وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه علیه هانتر بایدن، پسر جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، اتهامات جدیدی را مطرح و اعلام کرد که او به چندین فقره تخلفات مالیاتی برای عدم پرداخت 1,400,000 دلار مالیات متهم شده است. بر اساس کیفرخواستی که از توی یک دادگاه منطقه‌ای در ناحیه مرکزی کالیفرنیا صادر شده، هانتر بایدن 53 ساله با 3 جرم و 6 تخلف مالیاتی مورد اتهام قرار گرفته است. به گفته وزارت دادگستری آمریکا، با توجه به اینکه پیش از این اتهاماتی مرتبط با خرید اسلحه علیه هانتر بایدن مطرح شده، اگر دادگاه او را در اتهامات جدید مجرم بشناسد، ممکن است که با حداکثر 17 سال زندان محکوم شود. مارک میلر، وزیر مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا، روز پنجشنبه از ایجاد تغییرات اساسی در مقررات مربوط به صدور مجوز تحصیل برای دانشجویان بین‌المللی خبر داد. به همچنین برخی از مقررات را برای آن دسته از دانشجویان خارجی که هم‌اکنون در این کشور مشغول تحصیل هستند تغییر داد. بنا به اعلام او، از اول ژانویه سال 2024 میلادی رقم ارزیابی شده به عنوان حداقل هزینه زندگی برای متقاضیان ویزای دانشجویی افزایش می‌یابد و به 20,635 دلار می‌رسد. هدف دولت از اعمال این تغییرات اطمینان از آمادگی مالی دانشجویان برای زندگی در کانادا، به ویژه در رویارویی با چالش تامین هزینه مسکن اعلام شده است. نمایش داستان دو مرد، اثر جدید رضا علامه‌زاده، از چهره‌های سرشناس سینما و تئاتر برومرزی ایران اخیراً در شهر کلن آلمان به روی صحنه رفت. وی در این نمایش به سراغ موضوع متفاوتی رفته و با روایت داستان عاشقانه دو مرد همجنسگرای ایرانی و بیان برخی از محدودیت‌ها و تبعیض‌های فرهنگی و اجتماعی درباره اقلیت‌های جنسی و جنسیتی تابوشکنی می‌کند. این دو مرد که از نوجوانی با یکدیگر دوست بودند، بعد از سالها در آلمان ملاقات و در میانسالی این عشق پنهان را ابراز می‌کنند. اجرای داستان دو مرد با واکنش‌های مناسبی از سوی تماشاگران همراه شد و بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت. برنامه نشمن به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر می‌کنم از همکارم در اتاق برنامه‌های شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو می‌کنم.